در یک دیدار دوستانه تیم ملی ایران مقابل الجزایر که تیم دومش رو هم آورده بود 2-1 باخت با یک نمایش افتضاح. از اول هم تیم ملی خیلی بد بازی کرد، اشتباهات پرتعداد دفاع و دروازه‌بان امیر عابدزاده خیلی بد بود و ویدیوها رو می‌خواستم براتون با صدای گزارشگر بذارم، گفتم حالا تیم ملی باخته دیگه با صدای جواد خیابانی روحتون رو آزار ندم، فقط خلاصه از بازی رو هم ببینیم. و اینم اشتباه دومه امیر عابدزاده، دبل اشتباه نیست سوبل اشتباه بود تو این تصویر. و تیم ملی که اصلا خوب بازی نکرد، نیمه اول که افتضاح بود و در دقایق پایانی نیمه اول هم روی اشتباه علیرضا جهانبخش تیم ملیمون گل اول رو روی این صحنه خورد و بازی همون یک هیچ در نیمه اول تموم شد. در نیمه دوم روی خلاقیت فردی بازیکنامون تونستیم دو سه موقعیت خوب ایجاد کنیم که اولین موقعیتش توسط مهدی طارمی اینجا توپ تبدیل به گل نشد و دفاع و دروازه‌بان هر جوری بود توپ رو برگشت دادن و علیرضا جهانبخش روی پاس امید نورافکن تونست بازی رو 1-1 کنه دقیقه 63. انصافا گل قشنگی بود، هم پاس نورافکن خوب بود هم ضربه جهانبخش خوب و دقیق بود و یکی دو تا تغییر داد. امیر حسین حسینی زاده و مهدی مهدی‌پور اومدن درون زمین و حسین زاده ضربه خیلی خوب زد که بازم به چارچوب راهی نداشت و مدافعای تیم ملی که افتضاح بودن دست بردار نبودن و بالاخره انقدر سوتی و اشتباه داشتن تا الجزایر، تیم دوم الجزایر، از این اشتباهات استفاده کرد و گل دوم رو زد و تیم ملی متاسفانه در یک بازی دوستانه شکست خورد و دراگان اسکوچیچ که حسابی چاق شده داخل ایران، امیدواریم زودتر فکری بکنه یا مسئولین زودتر فکری بکنن برای تیم ملیمون که این نسل طلاییمون از دست نره. همراهان چنل فوت نیوز، ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودین، لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو در مورد تیم ملی برای ما کامنت بذارید و از این ویدیوهایی که براتون نمایش داده شده اگه دوست داشتین کلیک کنید و ببینید. ممنون از همراهیتون.